أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محصلان عزیز. شما را به پنجمین جلسه درسی مضمون سیستم های حقوقی معاصر دعوت کرده و خوش آمدید. با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم درس خود را ما شما آغاز میکنم. طبق معمول یک مروری بر درس گذشته می داشته باشیم که ما شما در جلسه چهارم درس خود پیرامون عوامل مؤثر در وجود مشابهت ها و تفاوت های نظام های حقوقی پرداخته بود. خب اونجا آورده بودیم که نظام های حقوقی با همدیگر مشابهت دارن و هم با همدیگر تفاوت دارن و ما که مضمون سیستم های حقوقی معاصر جهان به شکل مقایسه و تطبیقی می کنیم، به دنبالی هستیم که مشخصات و ویژگی ها و خصوصیات هر یک از نظام های حقوقی را خوانده و وجه مشترک و وجه اختلاف نظام های حقوقی را با هم دیگر پیدا بود. حقیقتاً که همه نظام های حقوقی با هم دیگر وجه مشترک هم دارن و وجه اختلاف و تفاوت هم دارن که ما نه مطلق منکر مشترکات نظام ها و سیستم های حقوقی میتونیم باشیم و نه هم مطلق منکر تمایز و تفاوت و اختلاف. به امیدی که چهار جلسه قبلی درس مضمون سیستم های حقوقی معاصر جهان شما مرور و مطالعه کرده باشین و همچنان در کناری که ویدیوها را جلسات درسی را که ما ثبت میکنیم و در سیستم آپلود میکنیم شما به اون دسترسی پیدا بکنین، اونا را دانلود بکنین، بیننده و شنونده باشین. اگر بیننده و شنونده بوده باشین حتما و قطعا باید با یک سلسله سوال ها و پرسش های شما مواجه شده باشین، چون که در جلسات درسی که در داخل سند می باشن وقتی شما درس بتین قطعا سوالاتی مطرح میشه و زمانی که شما به شکل غیر حضوری از طریق یک ویدیو درس برای محصل روان میکنین هم حتما و قطعا باید سوالات و پرسش های نزد محصلین مطرح شده باشه که محصلان عزیز میتونین سوالات خود را در نمبر واتساپ خود که در تصویر شما میبینین نوشته کردیم، شما با گذاشتن پیام ها و با مطرح کردن سوالاتتان انشاءالله که ما کوشش خواهیم کرد که جوابات قناعت بخش به اسرع وقت به خدمت شما عرض بکنیم و برسانیم. خب البته سوالاتتان متناسب با همین درس های باشه که ما شما میخوانیم، بیرون از این شما نباید سوالات را مطرح کنیم الا که ربطی به همین داشته باشه، ربطی به همین درس های ما شما داشته باشه و به خاطری که مطالعه بیشتر و مفصل تری داشته باشین باید به منابع درسی را که خدمت شما مشخص کردیم که امین دو تا کتاب درسی حقوق تطبیقی عبدالحسین شیرایی و کتاب سیستم های حقوقی معاصر جهان است و یا به چپتر مشخص مراجعه. خب میریم به طرف درس که فصل اول بخش اول درس ما شما هست، اما نظام حقوقی کامن لا هست. نظام حقوقی کامن لا یا نظام حقوقی غیر مدون یا نظام حقوقی نانوشته که هرچند حجم درس خیلی زیاد است ولی ما کوششم به همین خواهد بود که در یک جلسه درسی این به صورت فشرده و خلاصه خدمت شما به عرض برسونم. خب حقیقتا که نظام حقوقی کامل لا
گفتیم به نام‌های مختلف یاد میشه، به نام نظام حقوقی غیر مدون هم یادش میکنن، به نام نظام حقوقی نانوشته هم یاد میکنن، به نام نظام حقوقی عرفی هم یادش میکنن، به نام نظام حقوقی روی قضایی یا آرای قضایی هم یاد میکنن. خب کامن به معنای عام و لا به معنای حقوق، یعنی کامن لا به معنای حقوق مشترک یا حقوق عام هم میشه. حقیقتا که این نظام حقوقی است که در سال 1066 میلادی بعد از اینکه یک طایفه به نام نورمنها بوده که اینها اصلا از شمال فرانسه بودن، بر انگلیس یا بر انگلستان مسلط میشن و این زمان است که 8 نظام حقوقی در اینجا وجود دارن و نورمنها به منظور استحکام بخشیدن به مو تاج و تخت و پادشاهی و نظام زمامداری خودشان، گروهی از حقوقدانان را تشکیل میتن و اینها به سراسر کشور انگلیس سفر میکنن و از مجموع 8 نظام امو عرف و عادات و قواعد و مقررات کلی آمونها را جمع میکنن و بالاخره چی میکنن؟ از مجموع همین 8 به اصطلاح نظام حقوقی، یک نظام حقوقی را به نام کامن لا یا حقوق عام یا حقوق مشترک یا حقوق عرفی هم بهش میگن ایجاد که این نظام حقوقی به نام نظام روی قضایی هم چیز معروف است و امروزه یکی از گسترش یافته ترین نظام های حقوقی در جهان میشه. خب این نظام حقوقی بعدا در قرن 13 میلادی در منطقه وستمنستر انگلستان در شهر لندن ایجاد میشه که حقیقتا وقتی 8 نظام حقوقی وجود داشت در اون زمان دعواها و جنجالها و کشمکشها بین از اینها زیاد میشد و در صورت بروز اختلاف مردمی که در دو نظام حقوقی یا در قلمرو دو نظام حقوقی زندگی میکردن، وقتی نزاع و کشمکش بینشان به وجود میامد یا دعوا و اختلاف حقوقی پیدا میکردن، هر یک از اینها خواستاری بودن که باید طبق قانون و عرف و عنانات محل به خصوص خودشان باید به قضیه رسیدگی میشد که سبب بروز اختلافات و دعواها و کشمکش های زیاد شد و امی سبب شد که نورمن ها از 8 نظام حقوقی یک نظام حقوقی واحدی را به نام کامن لا ایجاد بکنند. خب این نظام حقوقی در انگلستان گفتیم شکل گرفته و امروزه یک حدود 1/3 جهان را تحت تاثیر خودش قرار داده و عمدتا شامل کشورهایی است که سابقه مستعمره بودن انگلیسی بریتانیا را یا بریتانیای کبیر دارن و همچنان به زبان انگلیسی به اصطلاح تکلم میکنن. تشکیل کامن لا از قرن 8 میلادی الی 11 میلادی اختلافات به اساس امو عرفا و عنانات محلی و منطقه‌ای و فیودالی که بوده، اربابان اولا مسئول اجرای عدالت و حل و فصل و دعاوی شدن که از طریق دادگاه های محلی اجرا میده. بالاخره در سال 1066 وقتی انگلستان رو فتح کردن، دادگاه ها و به اصطلاح محاکمی را به نام کامن لا و انصاف اینها ایجاد کردن که سبب شکلگیری نظام حقوقی کامن لا شد. بازم توصیه میکنم شما مسئولین عزیزه که اگر خواستین مفصل تر به نظام حقوقی کامن لا معلومات اطلاعات داشته باشین، حتما و قطعا به منابع معرفی شده درسی مراجعه بکنین و تنها به این ویدیوها اکتفا نکنین.
معنا و مفهوم کامل لا چیست؟ کامل لا عموماً و به صورت کلی با سه معنا و سه مفهوم به کار گرفته. اولش در این معنا کامل لا به نظام حقوقی بزرگ اطلاق می شود که از انگلستان نشأت گرفته و حقوق برخی کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. کامل لا در این معنا در مقابل اصطلاح حقوق رومی جرمنی به کار برده می شود و این زیادتر مورد توجه قرار. دوم، بر معنای دوم کاملا مجموع قواعد و مقررات است. مجموع قواعد و مقررات است که توسط دادگاه‌های کاملا و انصاف ایجاد شده و گسترش یافته است. این معنا کاملا در مقابل اصطلاح قوانین موضوعات چی میشه؟ به کار برده میشه. رو باشیم که اگر مشکلات الهی و تایپی و اینها وجود دارد کنار هم اصلاح کنیم. سوم، کاملا هم دست قواعد مقررات است که توسط دادگاه های کاملا ایجاد شده در کنار قواعد و مقررات انصاف اعمال می شدن. البته می شدن این به گذشته برمی گردد. یعنی که دو نوع دادگاه یا محاکم در اونجا وجود داشت. یکی دادگاه های به نام کاملا بود و یا دوم هم دادگاه های انصاف. گاهی اوقات دادگاه های انصاف مستقیم زیر امر پادشاه وقت انگلستان بود و دادگاه های انصاف ایجاد رویه میکردن و کاملا مکلف بود که باید از رویه ایجاد شده توسط محاکم انصاف چی بکنه؟ اطاعت و پیروی بکنه و برخلاف رویه ایجاد شده ای او اصدار حکم نکنه و یا به قضایا رسیدگی نکنه. خب این پیشتر هم گفتیم که به معنای نظام رویه قضایی، نظام عرف و عادات، نظام غیر مدون، نانوشته و اینها یاد میکنن که به همی معانی نظام حقوقی کاملا در کتاب ها نوشته شده است و امروزه گفتیم گسترش یافته ترین نظام حقوقی در جهان است. اینجا نظام حقوقی کاملا همون نظامی است که برترین منبع حق رویه قضایی است و قضات حقوق ساز هستند اینها و قضات خود را نسبت به قوه قانونگذاری یا قوه تقنینی خود را برحق میدنه. میگه چون ما حوزه تخصصی ما کارهای عدلی و قضایی است و بهتر است نهادهای قانونگذار یا قوه مقننه ما میتونیم قاعده و قانون در جامعه وضع بکنیم و یا عدالت را تامین بکنیم. دیگر کاملا از نظر منبع ناشی از قدرت پادشاه و شخص شاه بود که بر حسب مقتضیات مهم و مداخله در امور کشور و حفظ تاج و تخت خود آن را توسعه داده است که بیشتر هم به این موضوع به اصطلاح اشاره کردیم. خب این گفتیم یکی از گسترش یافته ترین نظام حقوقی تلقی میشه. کاملا مانند حقوق روم جرمنی به علل مختلف از قبیل مستعمره کردن یا قبول اختیاری در کشور های مختلف که بعدا باز به این ما شما به صورت مشخص اشاره میکنیم. امروز بعضی از کشورهای جهان چی در اروپا چی در کشورهای اسلامی و کشورهای مثلا جنوب آسیا مانند هند و پاکستان و بنگلادش و اینها وقتی کشورها مستعمرش میشه، حتی ایالات متحده آمریکا، کانادا، این نظام حقوقی بر روی قوانین و یا نظام های حقوقی کشورها چی کرده؟ اثر گذاشته است. من در رابطه با رویه قضایی و منطق حقوقی کاملا حقوق کاملا یا کاملو اساساً بر قوانین و مقررات استوار است که در دادگاه ها ایجاد شده و توسعه یافته است و
در آرای قضایی به اصطلاح باستاب یا متولد شده است. بنابراین نقش قوی قضایی در نظام کامل‌الله بسیار مهم است، زیرا دادگاه ها معذفند در موارد مشابه مطابق آرای قضایی چی بکنن؟ استعاره حکم کنن، یعنی متابعت از آرای قضایی در موارد مشابه بعدی و احترام به سوابق قضایی موجب تشکیل نظام حقوق کامل شده است. یعنی دادگاه‌های وجود دارند که داشتن که ایجاد رویه میکردن و محاکم زیردست مکلف بودند که در موارد مشابه که قبلا محادثه اتفاق افتیده بود و طبق نمو اصلاح حکم میکردن و نیاز به بررسی مجدد وجود نمیشه. خب دادگاه هایی که ایجاد رویه میکنند به طور کلی در نظام کامل‌الله دادگاه های بالاتر برای محاکم پایین‌تر ایجاد رویه میکنند که در رأس آنها دادگاه های عالی هستند. خب شیوه حل و فصل هم بر اساس عمو چی است؟ رویه است. یعنی قضات کاملا تلاش عالمانه و بی‌نظیر را در برخورد با آن انجام دادند. این است که کدام دسته از عوامل مشخصه ها باید مشابه باشن و این مشابهت ها تا حدی باید وجود داشته باشد تا بتوان پرونده ای را بر اساس قیاس با پرونده سابق چی کرد؟ حل و فصل کرد. یک بخش در محاکم کاملا وجود داشت به نام گزارش نویسی که هر قضیه با تمام جزئیاتش گزارش می شد که در موارد بعدی قضات با مشکل مواجه نشن و زمانی که یک حادثه اتفاق میفته اگر این مشابه به موارد قبلی بوده طبق امو به اون قضیه باید رسیدگی بکنن. خب بخش های الزام آور یک رای در نظام کامل‌الله یک اصل پذیرفته شده که دادگاه های حکم قضایی صادر نمی کنن مگر اینکه واقعا اختلاف نزد و یا نزد اون محکمه چی شده باشه؟ مطرح شده باشه، یعنی یک دعوای باز شده باشه و اقامه دعوای صورت گرفته باشه، مدعی و مدعی علیه وجود داشته باشه. یعنی دادگاه ها حق ندارن نسبت به اختلافات فرضی فرض بکنه که اینی رقم مثلا قضیه وجود داره بر اساس چی بکنن؟ اصدار حکم یا به اون قضیه رسیدگی کنند. حل و فصل مسائل جدید بر اساس رویه است. یعنی گپی است که روش اول نظام کامل‌الله است که حکم به بی‌حقی خواهان صادر خواهد کرد یا صادر می‌کنند یا صادر کنند و متذکر شوند که جبران خسارت ناشی از درخت مثلا در حقوق کامل‌الله شناسایی نشد. روش دوم این است که بکشن موضوع خسارت وارده با وسیله درخت را با مفاهیم که سابقه دارد تبدیل کنند. مثلا در سابق یک درخت چپه شده دیوار یک آدم را مثلا خراب کرده یا دیوار چپه شده کمر یک آدم را شکستنده. اگر مورد جدید به وجود می آید مثلا در گذشته مثلا درخت بوده حال ممکن یک چیز دیگه باشد مثلا دیوار بوده چپه شده یک کسی رو اوگار کرده یا به او خساره وارد کرده بعد طبق نمو به این قضیه چی بکنه؟ رسیدگی بکنه و اصدار حکم بکنه. ایجاد و توسعه قواعد و اصول حقوقی در کامل‌الله به چه صورت است؟ بین حفظ ثبات قواعد حقوقی و پاسخ به نیازهای جدید همواره تعادل وجود دارد. یعنی همیشه در تلاش بوده که اگر موارد جدیدی ایجاد میشه باید پاسخهای قناعت بخش ارائه بکنه. پاسخ به نیازهای جدید همواره تعادل درش وجود داشته. نقش دادگاه ها کشف قواعد حقوقی و اعمال آن است، یعنی مطابق به عصر شرایط جدید باید اما قواعد حقوقی جدیدتر اینا چی بکنن؟ ایجاد بکنن. در صورتی که رأی صادره نامناسب باشد قانونگذار ممکن است دخالت کرده و از طریق تصویب قانون موضوع رأی صادره را به اصطلاح چی بکنه؟ لغو بکنه و یا تغییرش بده.
گزارش را پیشتر هم گفتیم در نظام حقوقی، در هر نظام حقوقی که به آرای قضایی متکی است، ضرورت دارد روش منسجمی برای انتشار آرا وجود داشته باشد که آرای قبلی را گزارش کنند و در موارد بعدی قضات با تمسک با اتکا با اونها به قضایا رسیدگی بکنند یا به دعواها تا پایان بگذاره یا به اونها اصطلاح رسیدگی بکنه و عدالت تامین بکنه. قوانین موضوعات چگونه هست؟ وضع قانون از سوی پارلمان. شما میدونید کشور انگلستان که برخاستگاه نظام حقوقی کامن لا هست، گفتیم در سال 1066 این نظام در انگلستان شکل گرفته و از اونجا به نقاط دیگه جهان توسعه و گسترش پیدا کرده و در این حال انگلستان از جمله کشورهایی است که دارنده قدیمی ترین پارلمان های جهان است. یعنی پارلمان انگلستان تشکیلش به قرن 13 میلادی برمی‌گردد. تا سال 1295 میلادی قوه قانون‌گذاری شامل 3 نهاد به پادشاه و اعیان و شورای عوام که امروز هم مثلا کشور انگلستان کشور دارای نظام سلطنتی مشروطه پارلمانی، یعنی دیمی مبنای شده برای تأسیس و تشکیل یک نظام مختلط و یک نظام مجزا و متفاوت با کشورهای مثلا فعلا مقام سلطنت هم دارن، باز اینا پارلمان دارن که پارلمانشان دارای دو مجلس اعیان و مجلس اوان هست. انشاءالله در جلسه بعدی باز مفصل به این موضوع ما شما میپردازیم. خب باز این بس ادامه پیدا میکنه و جنجال ها و جدال ها و کشمکش های بین پادشاه و طرفداران پادشاه و پارلمان خواهان، الهی که باز در قرن 17 پادشاه صلاحیت قانونگذاری خود را کنار میذاره و حقوق توافق صورت میگیره به نام حقوق منشور حقوق ملت که در اونجا تفکیک قوا به رسمیت شناخته میشه و پادشاه دیگه حق وضع قانون نداره و حق وضع قانون یک حق انحصاری میشه و این به پارلمان انگلستان داده میشه و بعد از این نظام انگلستان آهسته آهسته به طرف سلطنتی مشروطه حرکت میکنه از سلطنتی مطلقه. خب دیگر بحث نقش حقوقدانان دانشگاهی در نظام حقوقی کاملا یا حقوق غیر مدون چگونه است؟ خب اول این را هم در جلسات قبلی هم اشاره کردیم، حالا هم اشاره میکنم که حقوقدانان اینجا منظورمون کسانی هستند که نه نقش قضایی دارن و نه هم نقش قانونگذاری، یعنی کسانی هستن که کارشان مطالعه و تحقیق اکادمیک است، یعنی کارهای علمی و اکادمیکی میکنن و اما نوشته های خود را در قالب یک رساله و کتاب و مقاله و اینها پخش و نشر میکنن. نقش حقوقدانان در کاملا نسبت به نظام حقوقی رومن جرمنی کمرنگ است، چون نظریات قضات که در آرای قضایی منعکس می شود نسبت به نظریات حقوقدانان در نظام کاملا اهمیت بیشتری دارد. اما با آن هم این مطالب در رابطه با نقش حقوقدانان دانشگاهی در اینجا چیست قابل تذکر است. بیشتر حقوقدانان شهیر در کاملا که به نوشته های حقوقی مبادرت کردن قاضی بود، یعنی قبلا قاضی بوده حال آمده کارهای تحقیقی و حقوقی میکنه. دوم، نوشته های حقوقی پر از ارجاع به پرونده ها و آرا میباشد، یعنی نوشته هایی هم که اینا میکنن باز همین ارجاع میکنن یا راجع میکنن به امو گزارش هایی که در محاکم ثبت و نشر شده یا پخش و نشر شده،
یا به اساس عمو به قضایا و یا به دعواها میان طرفین دعوا یا مدعی و مدعیه نقطه پایان گذاشته شده. سوم، حقوقدانان نوشته های حقوقی خیش را با استناد به آرای دادگاه ها مدلل و مستندسازی میکنند. خب ما شما وقتی یک درسی را میخوانیم یا یک مقاله را نوشته بکنیم، حرفی را که میزنیم باید به اصطلاح مستند باشه. حقوقدانان هم که در نظام کامل لا تحقیقات دانشگاهی خود انجام میتن، چیز به آرا و دلایل حقوقدانا قضات چی بگنن او را راجع میزنن. خب با وجود این موارد در دهه های اخیر یا در سالهای پسین تحقیقات دانشگاهی در توسعه علم حقوق کامل لا روز بروز در حال چی بودن؟ افزایش بودن. یعنی حقوق کامل‌لایی که امروز وجود داره با حقوق کامل‌لایی که در سال 1066 میلادی در انگلستان شکل گرفته بود کاملا متفاوت است. خب مبحث دیگه ما قلمرو جغرافیایی نظام حقوقی کامل‌لا است که امروزه حدود 1/3 جهان یا 33% مردم جهان تحت تأثیر حقوق کامل قرار دارند که این نفوس عمدن یا عمدتاً ناشی از قدرت‌های استعماری انگلیس بوده است. اگر ما این بحث را داریم که در گذشته یک اصطلاح بوده که انگلستان کشوری است که در سرزمین آن آفتاب غروب نمی‌کند، یعنی اینقدر پهناور و وسیع و گسترده بوده که بخشای بزرگ از جهان سرزمین هایی بوده که بیرق انگلستان در اونجا برافراشته بوده، یعنی در بخشی اگر روز بود در بخش دیگر شب بوده. بنابراین این نظام حقوقی حقیقتاً که در انگلستان شکل گرفته، اما به علت استعمار این به سرزمین های دیگر چی کرده؟ گسترش بوده، توسعه پیدا. مثلا کشورهای امریکا، کانادا، استرالیا، زیلاند نو، افریقای جنوبی، هند، سنگاپور و بسیاری از کشورهای دیگری که در جنوب آسیا و افریقا وجود دارند، عمدتاً کشورهای مشترک المنافع هستند که تا به هنوز هم حتی ملکه انگلستان ملکه همین کشورهای مشترک المنافع که تعدادشون به 52 کشور میرسه دانسته. کشورهایی که سابق مستعمره انگلیس بودن عمدتاً به دو گروه تقسیم شد. یکی کشورهایی که خالی از سکنه و جمعیت بودن یا صرفاً بومی ها در اون چی که داشتن سکونت داشتن، مانند امریکا و کانادا بودن. دیگه کشورهایی که دارای سکنه بودن و حکم رانان محلی بر آنها چی داشتن؟ حکم فرمایان. حکمرانان محلی بر آنها حکومت میکردن. در هر حال اینمی مناطق که به اشغال و یا به تصرف و به زیر سلطه انگلیس قرار گرفت، خواست امون نظام حقوقی خود به شکل مثلا مسالمت آمیز یا قهرآمیز بالا اینا چی بکنه؟ تطبیق بکنه. خب وقتی گفتیم عوامل گسترش یافته ترین نظام حقوقی در عصر حاضر نظام کامل لاست، پس در اینجا به عوامل گسترش این نظام حقوقی می‌پردازیم که این عوامل را در زمره مهمترین عوامل گسترش و توسعه نظام کاملا یا حقوق غیر مدون می‌دانم که امروز گفتیم برای 1/3 جهان این نظام حقوقی گسترش و توسعه پیدا کرد. یک عاملش استعمار و تجاوز بود. هر کشوری را که گرفته اما نظام حقوقی خود بالای اونها تطبیق. دوم، نبود قواعد ساختاری محلی. اون منطقه را که گرفته کدام قاعده و قانون و نظام حقوقی نداشته، این نظام حقوقی خود بالای اون کشور تطبیق کرده، مثل کشور ایالات متحده آمریکا که به نام 13 کالونی و 13 مستعمره و اینها بوده که شما در مضامین تاریخی اینا را باز دنبال کنید. دیگه ای که عدم مطابقت قواعد ساختاری محلی با اهداف استعمار.
یا اگر اونجا نظامی هم بوده، قاعده و قانونی هم بوده، با اهداف انگلیس در تعارض بوده یا سازگاری با اینا داشته. اهداف انگلیس برآورده نمی ساخته، ای آمد همون نظام حقوقی خود بالای اونها چی کرد؟ تطبیق. چهارم، زبان انگلیسی امروز زبان علم است. هر کشوری که مستعمره انگلستان بود زبان به اصطلاح اول یا دومش زبان چی بود؟ انگلیسی بود. حتی طایب امریکا مثلا مستعمره انگلیس بود، فعلا زبان رسمی زبان انگلیسی است. مثلا زبان بسیار از کشورهای دیگر جهان مثل هند و پاکستان و سنگاپور و مالزیا و بنگلادش و افریقای جنوبی و اینها که پیشینه مستعمره بودن انگلستان و دارن، کشورهای مثل کانادا و استرالیا و اینها، اگر زبان اولشان نیست یا در بسیاری زبان اول هست، لااقل زبان دومشان تا به هنوز هم چیست؟ انگلیسی است. دیگر پنجم، ویژگی ها و خصوصیات این نظام حقوقی بودن. وقتی کشورها در زمان استعمار از این نظام به اصطلاح اطاعت کردن یا مطابق بهی و مسائل حقوقی خود پرداختن، وقتی انگلستان از این کشورها بیرون شد و این کشورها به استقلال سیاسی دست پیدا کردن، اما در حوزه حقوقی تا به هنوز وابسته به همین نظام حقوقی خواهند ماندن. مثلا ایالات متحده امریکا هم فعلا عضو خانواده حقوقی نظام کاملا هست، که پیشتر ما شما در قلمرو جغرافیایی نظام حقوقی کاملا به او اشاره کرد. خب، مبحث دیگه ما شما ویژگی های اساسی نظام حقوقی کاملا هست، که نظام حقوقی کاملا را از سایر نظام های حقوقی چی می سازد؟ مجزا و متفاوت می سازد. یعنی اگر ما یک نظام حقوقی را مطالعه می کنیم، حقیقتا این نظام حقوقی با نظام حقوقی دیگر حقیقتا از روی چی مشخص می شه؟ از روی همون خصوصیات و ویژگی هایش است که این نظام حقوقی از نظام حقوقی دیگر چی می شه؟ مجزا و متفاوت میشه. ویژگی های اساسی نظام حقوقی کاملا عبارتند است. یک، یا ویژگی اولش، اثرگذاری قوه قضاییه بر قوه مقننه. یعنی این نظام حقوقی از جمله اون نظام حقوقی است که قوه قضاییه تاثیرگذار است بر قوه مقننه. اگر قوه مقننه هم قانونی را وضع میکنه یا قوانینی را تصویب میکنه و نافذ میسازه، باید در همسویی و در همنوایی با قوه قضاییه و اصدار حکم و آرای قضایی اونها و یا رویه قضایی باشه. یعنی نمیتونه قانونی را وضع بکنه که برخلاف چی باشه؟ آرای قضایی قضات باشه. دو، مبتنی بودن بر حقوق غیر وضعی و نانوشته است. خب، شما می دانید که کشور انگلستان از جمله کشورهایی است که تا به هنوز قانون اساسی غیر مدون یا نانوشته دارد. یعنی که از ویژگی های نظام حقوقی کاملا ای است که حقوق غیر وضعی و یا نانوشته هست. یعنی آرای قضات نانوشته هست اکثر. سومین ویژگی، در طبقه بندی قوانین هیچ تفاوت میان مقررات قانون عادی و قانون اساسی وجود ندارد، چون که در نظام حقوقی کاملا که گفتیم به نام روی قضایی و نظام عرفی یاد میکنن، این سلسله مراتب در رابطه با قانون وجود ندارد. اما در کشورهای مثل افغانستان تفاوت میان مقررات قانون اساسی و قانون عادی وجود دارد. در صورتی که تعارض و تضاد بین قانون اساسی و قانون عادی باشد، قضات مکلف است که اولویت و ارجحیت را به چی بده؟ به قانون اساسی بده و به اساس قانون اساسی به قضیه رسیدگی بکنه و یا اصدار حکم بکنه. اما در اینجا وجود ندارد. به این معنی است که
اولا برای تصویب قانون اساسی کدام تشریفات خاصی در نظر گرفته میشه و مجلس مؤسسان لازم است تا قانون اساسی جدید تصویب کنند؟ ثانیا تشریفات قانونی برای اصلاح حذف و تجدید نظر در مفاد قوانین و بخصوص در کشور انگلستان به عنوان بانی این نظام حقوقی پیش بینی نشده است و برای تعدیل قانون اساسی تشریفات خاص لازم در نظر گرفته نشد. اینا دلایل است که به اصطلاح در اینجا میان سلسله مراتب قانون کدام تفاوتی وجود نداره، یعنی بین قانون اساسی و قانون عادی با فرق و تمیز تفاوتی نیست. چهارم، در نظام حقوقی کاملا در صدور آرای قضایی تاکید بر اصل انصاف است، یعنی اصل گپ همیست که صلاحیت دار عامتان به اصطلاح کیست؟ قاضی هست و قاضی بر اساس احساس درونی خودش عدل و انصاف و عدالت و حق و برحق و به اصطلاح ناحق چی می سازه؟ مشخص می سازه و هر چیزی که اونمو قاضی گفت امو چیست؟ برای همه قابل قبول است و طرفین دعوا هم رو باید چی بکنن؟ قبول بکنن. اصل انصاف بر اساس آنچه قضات آن را ضروری احساس میکند میباشد. از همین لحاظ بود که محاکم شاهی یا مهرداری با عنوان قضات عالی کشور که برها اعضایش و مجلس اعیان یا لردها راه و وظیفه اجرای دقیق قوانین قضایی را با عنایت به عرف و رویه قضایی و آرای صادره محاکم انگلیس در عهده داشتند. بیشتر احکام خود را به اساس قوانین ناشی از رویه قضایی صادر نمی کردند، بلکه بر اساس آنچه که قضات محاکم صالحه یا با صلاحیت آن را ضروری می دانستند به عنوان احکام قضایی به اصطلاح متکی بر امور وجدان و احساس درونی و اصل انصاف خودشان چی نکردن؟ صادر نکردن. که اینجا یک تفاوتی که بین نظام کامل لا و رومان جرمنی وجود داره ای است که در اونجا قضات حقوق ساز نیستن، یعنی در کشورهایی که پیرو نظام حقوقی رومان جرمنی هستن قضات مجری قوانین مسبب قوه مقننه هست. اینجا قضات نمیتونه از دل خودش اصدار حکم بکنه و یا به قضایا و دعوی و اختلافات میان طرفین دعوا یا مدعی و مدعی علیه چی بکنه؟ رسیدگی بکنه. آن چیزی که قوانین مصوب پارلمان میگه باید مطابق به او یا در هماهنگی با او اصدار حکم بکنه و به قضایا رسیدگی بکنه، نه برخلاف آن چیزی که قانون چی شده تصویب شد. ویژگی پنجم چی است؟ تأکید بر حقوق جزاز در نظام کامل لا که نظام کامل لا را از نظام های دیگه چی میکنه؟ مجزا میکنه. مثلا در رومان جرمنی تأکید بر حقوق مدنی است یا بر حقوق عام است، برخلاف نظام رومان جرمنی که تأکید بر حقوق مدنی و خصوصی است، خانواده را هسته اصلی ایجاد حقوق خصوصی است. در نظام حقوقی عرفی یا نظام حقوقی روی قضایی یا نظام حقوقی کاملا حل و فصل اختلافات و دعوی میان اشخاص هدف اصلی قرار داده شده است و حقوق جزا ریشه اصلی و ایجادگر مبنای نظام حقوقی کاملا به حساب می آید و یا قلمدان می شود. لذا یکی از ویژگی های نظام کاملا برخلاف رومان جرمنی برخلاف سایر نظام های حقوقی است که تأکید بر حقوق چی داره؟ جزا داره، تا ای که بر حقوق خصوصی و حقوق عامه و اینها داشته باشه یا حقوق مدنی داشته باشه. لذا این پنج ویژگی از ویژگی های نظام حقوقی کاملا بود که اینمی ویژگی هاست که نظام حقوقی کاملا را
از نظام حقوقی رومن جرمنی و یا از سایر نظام های حقوقی چی میکنه؟ مجزا و متفاوت میسازن. خب در یک دستبندی کلان ما شما در جلسه قبلی خوانده بودیم که نظام های حقوقی به دو دسته تقسیم میشن، نظام های دینی و نظام های غیر دینی و نظام های وضعی و غیر وضعی. به یک عبارت مثلا نظام حقوقی کاملا نظام حقوقی وضعی و یا نظام حقوقی بشری است که باز وجه تمایزش با اسلام نیست که نظام حقوقی اسلام نظام الهی و آسمانی و وحیانی است که نظام کاملا را با نظام حقوقی اسلام چی میکنه؟ مجزا و متفاوت میسازه. خب دیگر منابع و مصادر حقوق در نظام حقوقی کاملا چی است؟ یعنی وقتی اگر در نظام کاملا حق و حقوق و امتیازات وجود داره و یا افراد میتونن در نظام کاملا از حق برخوردار باشن، منبع حقشان در چی است؟ یعنی منبع حق چی است؟ اینجا چهار مورد آورده که به عنوان منابع مهم حقوق دانسته میشن. اول آرای قضایی است که گفتیم به عنوان مهمترین منبع حق چی دانسته میشه؟ رأی قضات. یعنی وقتی قضات و قضایا و دعاوی و اختلافات که میان مردم پیش میاد رسیدگی میکنه، اصدار حکم میکنه، مهمترین منبع حق ابیست که قضاتی که بعدا در محاکم به قضایا رسیدگی میکنن باید مطابق به امو آرای قضایی باشه. که یک نام دیگر نظام حقوقی کاملا گفتیم نظام رویه قضایی یا آرای قضایی هم یا میشه یا نامیده میشه. خب اما اونگونه که سلسلتا ای را آوردیم، اولین و یا مهمترین منبع حق آرای چیست؟ قضایی هست که محاکم بالادست عمدتا به محاکم پایین‌دست چه میکنن؟ ایجاد رویه میکنند. یعنی محاکم پایین‌دست باید در اصدار حکم و یا رسیدگی به قضایا همیشه گزارشات و یا آرای قضایی محاکم بالادست چی بکنن؟ مراعات. یعنی وقتی به قضایا رسیدگی میکنن مطابق آرای قبلی اصدار حکم بکنن و به قضیه رسیدگی بکنن، نه در مخالفت با او. اگر در مخالفت با او اصدار حکم بکنن، حکمش چیست؟ مواجه با بطلان است، قابل قبول نیست. دومین منبع حق در نظام حقوقی کاملا قانون دانسته شده. یعنی در کنار آرای قضایی قانون هم به معنای خاصش، یعنی قانونی که مصوب پارلمان باشه، قوه مقننه باشه. خب گفتیم که تا قرن 17 میلادی در کشور انگلستان به قوه مقننه حق و صلاحیت قانونگذاری داده نشده بود، تفکیک قوا وجود نداشت. اونجا پادشاه یا ملکه هم واضع قانون بود، هم مجری قانون بود و هم تأمین کننده عدالت. یعنی اونجا اختلاط قوا وجود داشت، تفکیک قوا وجود نداشت. پادشاه یا ملکه حقیقتاً که هم صلاحیت تقنینی داشت یا صلاحیت قانونگذاری داشت، هم صلاحیت اجرایی داشت و هم صلاحیت قضایی. یعنی ای که هم نقش قوه مجریه را، هم نقش قوه مقننه را و هم نقش قوه قضاییه را چی میکرد؟ اجرا و ایفا میکرد. اما امروزه در انگلستان به این شکل نیست.
امروزه پادشاه یا ملکه تنها چی داره؟ نقش سمبولیک و تشریفاتی داره. قدرت اصلی امروزه در انگلستان در دست پارلمان انگلستان است که باز پارلمان انگلستان دو تا مجلس داره، یکی مجلس اعیان است و دیگرش مجلس عوام، که باز اصل اختیار و صلاحیت در دست مجلس عوام هست که تعداد نماینده هایش به صورت مستقیم توسط آرای مردم انگلستان در نتیجه انتخابات چی میشن؟ انتخاب میشن. و اگر قدرت بیشتر داره هم ناشی از امی رأی و نظر مردم میشه که مردم نماینده های خود انتخاب میکنن و قدرت اصلی هم در اونجا به دست همین قوه مقننه هست، که حتی قوه مجریه هم باز برآمده از درون قوه چی است؟ مقننه هست. یعنی در انگلستان اگر امروز صلاحیت اصلی در دست فرض رایی بگیم که رئیس کشور به نام نخست وزیر یا صدر اعظم که دانسته میشه، این هم شخص و یا فرد است که امو حزب مطرحش یا حزب مطبوعش در مجلس عوام بیشتر کرسی ها را چی کرده باشه؟ بدست آورده باشه. که بعدا انشاءالله ما شما در درس انگلستان به صورت مفصلتر به این خواهیم پرداخت. ولی همینقدر شما بدانید که امروزه در انگلستان یکی از منابع حق قانون هم دانسته میشه و همون قانونی که مصوب چی باشه؟ پارلمان باشه. خب البته این حق قضات برای چی داده؟ برای پارلمان داده که اونا هم قانون وضع بکنند، اما قانونی را که وضع میکنه نباید در مغایرت با آرای قضایی و یا رویه قضایی ایجاد شده توسط چی بوده باشه؟ توسط محاکم و یا قضات بوده باشه. سوم عرف است یا عرف عادات یا آداب و رسوم. عرف عمومی یا عرف عادات عمومی در کنار رویه قضایی و قانون نیز به عنوان منبع حق در انگلستان شناخته می شد و امروزه هم به عنوان سومین منبع حق در نظام حقوقی عرفی یا در نظام حقوقی کاملا شناخته می شد. اهمیت منبع سوم حق بسیار کمتر است، دو منبع دیگر نیست و با آنها قابل مقایسه می باشد. حقوق انگلستان یک حقوق عرفی است، یعنی ما گفتیم یک نام نظام حقوقی کاملا یست که نظام حقوقی کاملا نظام حقوقی عرفی نیز نامیده میشه. یعنی حقوق کاملا که در سال 1066 شکل گرفت بر اساس بررسی و گزارش هایی که از عرف و عادات تمام محلات انگلستان ناشی میشه، وقتی از همه یا سرتاسر کشور اونا امو چی در گزارشات را تهیه کردن و از مجموع اونها اینا آمدن یک نظام حقوقی واحدی را به نام حقوق کاملا یا حقوق مشترک یا حقوق عامه یا نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی ایجاد کردن. چهارمین منبع حق دکترین هست یا نظریات دانشمندان حقوق، که دکترین یا نظریات دانشمندان حقوق به عنوان منبع غیر مستقیم حق دانسته میشه در تمام نظام های یا منبع غیر الزام آور هم دانسته میشه یا میدانند. یعنی قضات مجبور نیستن که به کتاب ها و آثار و رسالات و به اصطلاح
دستنوشته های حقوقدانان چی بکنن؟ مراجعه بکنن و مطابق به او به قضایا رسیدگی بکنن یا اصدار حکم. لذا وقتی چنین چیزی نیست، پس این منبع غیر مستقیم و غیر الزام آور شناخته میشه. یعنی زمانی که یک موضوع نه در آرای قضات بوده باشه، نه در قانون مسابقه پارلمان باشه و یا نه هم در عرف عادات و یا آداب و رسوم مورد قبول مردم بوده باشه، باز محاکم یا قضات میتونن به دیدگاه ها و نظریات علما و دانشمندان حقوق چی بکنن؟ مراجعه بکنن و اونها هم بر اساس عقل و منطق و تجربه خودشان چی کردن؟ امو دیدگاه ها و نظریات و مسائل و مباحث و حقوقی را در کتاب و رساله و دانشنامه و هر چیزی که اونا چاپ پخش نشد کردن آوردن و این میتونه خلاهای رویه قضایی را، قانون و عرف عادات را چی بکنن؟ توسط دکترین پر بکنن. یعنی منطقش در همیست وقتی اول رای آرای قضات آورده شده یا رای قضایی آورده شده، دوم قانون آورده شده، سوم عرف و عادات آورده شده، به این معنی است که قضات اول باید به آرا مراجعه بکنه، دوم به قانون مراجعه بکنه و در سوم به عرف و عادات، در صورتی که یک موضوع نه در روی قضایی بود یا در گزارشات قضایی بود، نه در قانون بود و نه هم در عرف و عادات، باز اینا میتونن به چی مراجعه بکنن؟ به دکترین و یا به دیدگاه ها و نظریات علما و دانشمندان حقوق مراجعه بکنند و بر اساس دیدگاه ها و نظریات علما و دانشمندان حقوق باز بتانند به قضایا و دعاوی رسیدگی بکنند و اصدار حکم بکنند. خب محصلان عزیز، ما شما امروز درس ما چندمین جلسه بود؟ پنجمین جلسه درسی مضمون سیستم های حقوقی معاصر جهان بود که ما شما این درس را خواندیم. یک بار دیگر مرور میکنم که در جلسه پنجم ما شما چی را خواندیم؟ نظام حقوقی کامل را یا نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی را، که در صورتی که اگر باز با شما سوال و یا ابهام پیش بیاید، میتونین با گذاشتن سوالتان در این شماره واتساپ پیامتان را به من بدین و یا سوال خود را مطرح بکنین. من کوشش میکنم به اسرع وقت به سوالات شما پاسخهای قناعت بخش ارائه بکنم. یک بار دیگه مرور میکنیم که ما شما معرفی نظام کامل را داشتیم، پیشینه و تاریخچه‌ش داشتیم که در کجا شکل گرفته، بعد معنا و مفهومش خواندیم و گسترش و اینهایش، و بعدش هم رویه قضایی و منطق حقوقی را در نظام حقوقی کامل خواندیم و به او اشاره کردیم، و بعدش هم قوانین موضوعه را بهش اشاره کردیم و نقش حقوقدانان دانشگاهی و قلمرو جغرافیایی نظام حقوقی کامل را خواندیم، بعدش هم عوامل گسترش نظام حقوقی کاملا را خواندیم که کدام عوامل باعث شد تا نظام حقوقی کاملا گسترش و توسعه پیدا بکنه. عامل دیگه هم ما شما گسترش نظام حقوقی، ببخشید، ویژگی های نظام حقوقی کاملا را خواندیم که حداقل 5 ویژگی داشت که ما شما به هر یک اونها پرداختیم، و بالاخره ما شما منابع و مصادر حقوق کاملا را خواندیم و در نظام حقوقی کاملا خواندیم که حداقل 4 تا منبع حق وجود داره که اگر کسی مستحق حق دانسته میشه، اگر فرد از حق محروم دانسته میشه، این حقوق ریشه در اینمی 4 منبع داره که رویه قضایی هست، قانون هست، عرف و عادات هست
و بالاخره دکترین یا نظریات علما و دانشمندان حقوق است که ما شما اینها را خواهیم. تشکر از توجه شما محصلان عزیز، شما را تا جلسه بعدی یا تا به جلسه ششم که انشاءالله حقوق انگلستان را ما شما در جلسه بعدی خواهیم خواند، و شما برادران و خواهران عزیز توصیه میکنم که به منابع درسی مراجعه بکنیم، و قبل از اینکه جلسه ششم ما ثبت بکنیم و به اختیار شما بگذاریم، شما حقوق انگلستان را در چپتر یا در یکی از این کتاب ها و منابع درسی که به شما معرفی کردیم بخوانیم تا یک آمادگی ذهنی داشته باشیم. وقتی جلسه درسی را ما ثبت میکنیم به اختیار شما میگذاریم، قطعا که شما میتونین گپ های ما را واضح تر بدونیم، در صورتی که اونا را شما مرور نکنین، مطالعه نکنین. حقیقتا که وقتی شما جلسات درسی و یا ویدیوها را وقتی مشنوین و میبینین، باز برای شما گم میباشه. خب به هر حال شما را تا جلسه بعدی و الله بی همتا میسپارم. الله حافظ و نگهدار.